کشمکش اتهامات سنگین وزیر و وکیل از مجلس نمایندگان تا دادستانی کل. کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان اتهامات وزیر مالیه را بی بنیاد و دسیسه سیاسی خواند. 5 مورد ادعای وزیر محترم مالیه در رابطه با وکلا از نظر کمیسیون اساساً سبقه جرمی نداشته، مبنای سیاسی بود، یعنی از مبنای سیاسی مردم شکار شدند. نشست وزرای دفاع ناتو و مأموریت افغانستان، بحث خروج و بررسی ادامه حضور. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید. کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان اتهام های وزیر مالیه را بی بنیاد خواند. کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان برای بررسی اتهامات وزیر مالیه میگوید وزیر مالیه هیچ سند و شواهدی که بتواند جرم 6 نماینده مجلس را ثابت کند ندارد و این اتهامات برخواسته از یک دسیسه سیاسی بوده است. این کمیسیون همچنان گفته است به خاطر اتهام های بی بنیاد هیچ نهادی حق ممنوع الخروج و یا تعلیق وظایف این نمایندگان را ندارد. دادستانی کل روز گذشته 5 عضو مجلس نمایندگان را به دلیل اتهام های وزیر مالیه ممنوع الخروج اعلام کرد و گفته است تا 3 روز دیگر اگر 5 نماینده متهم برای بازجویی به این نهاد نیایند وظایفشان نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد. دادستانی کل بررسی کمیسیون ویژه مجلس را دخالت در کار این نهاد و خلاف قانون اساسی خوانده است. همان‌حال که مجلس نمایندگان اتهام های وزیر مالیه را بی بنیاد خوانده و خواست های دادستانی کل را در برابر 6 نماینده مجلس خلاف قانون اساسی می داند، معلوم نیست پایان این ماجرا کجاست. 5 مورد ادعای وزیر محترم مالیه در رابطه با وکلا از نظر کمیسیون اساساً سبقه جرمی نداشته، مبنای سیاسی بوده، یعنی از مبنای سیاسی مردم شکار شدند. تا از طریق لوی سارانول قابل تعقیب باشد، تنها تقاضای انجام یک کار است، مانند درخواست خانه. وکیل من حیث یک طبیع افغانستان حق داره خانه داشته باشه، اگر به خودش حق داره، اگر به خودش هم خواسته باشه حق داره. ما در خیمه زندگی کرده نمیتونه، حق داره که به ما و شهروالی و شهرسازی خانه جور کنه، خانه بده دیگه. و رها کردن موترهای متوقف شده، درخواست تقرری اقارب وکیل، درخواست نمبر پلیت و اسناد برای موترهای شترنگ چپک سر میزه لالای داره کرده، و یا حداقل برخی از آنها اساسا در ذات خود هم میتواند غیر قانونی باشد. ده این شک نیست، غیر قانونی همی درخواست ها اجرای ازی شده یا نشده. او برادر، یکی نیت بکار است، یکی انجام کار است. خدا میگه اگر نیت نیک داشتی ما بدلی نیک میتم، اگر نیت بد داشتی تا که انجام ندادی ما که مجازات نمیکنم. اگر ما مسلمان هستیم، تو چطور با یک نیت بد میگیری شخصیتش میکشی در افغانستان دیگه نمیتونه زندگی بکنه. هرگاه هر یک از اعضای ولسی جرگه اگر به اختیار خودشان به غرض روشنایی اتهامات و درج اتهام متقابل به ادارات عدلی و قضایی مراجعه میکنند، مربوط خودشان است و به ولسی جرگه ربطی ندارد. اما زمانی که از ولسی جرگه خواسته میشود که عضو متهم را رسما به نهادهای عدلی معرفی نماید، در این صورت ولسی جرگه نمیتواند مسئولیت معرفی عضو خیش را که مسئولیت پارلمانی دارد بپذیرد، مگر اینکه ما شانه خالی نکردیم، مگر اینکه از جانب اشخاص مدعی و نهادهای عدلی اسناد لازم به ولسی جرگه ارائه شود که نشد و آن اسناد بتواند رضایت اعضای ولسی جرگه را جلب کند، و در غیر آن صورت قانون اساسی و نیز حیثیت و آبروی نمایندگان مردم و قوی مقننه ولسی جرگه به ولسی جرگه اجازه چنین کاری را نمیدهد و این صلاحیت هم نداره. 5 عضو ولسی جرگه با توجه مسئولیت پارلمانی و فلسفه اعطای این مسئولیت توسط قانون اساسی از طرف هیچ نهاد عضویتش به تعلیق در نمی آید. هیچ نهادی مطابق قانون چنین صلاحیتی ندارد، زیرا عضو شورای ملی عضویتش را از آرای مردم به دست می آورد و نحوه برخورد با آنان با مأمورین دولت قابل مقایسه نیست. بررسی اتهامات سنگین در سایه جنجال‌های مجلس و دادستانی کل. رمضان بشردوست
عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای بشار دوست. اگر از ابتدا آغاز بکنیم، این اتهام زنی های علنی در صحن مجلس، اساس این سناریو از کجا هست و تا حالا که مطالعه کردین به کجا رسیدم؟ به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، در مجموع من فکر میکنم که یک نوع جنگ زرگری است. این افراد کارهایی که صورت میگیره به خاطر که به نظر من اگر دقیق شویم بین پارلمان، مشران جرگه، پلیسی جرگه، کابینه افغانستان، صدارت و ارگ افغانستان تقریبا اینها دور یک سکه هستند. به خاطر است که در این شرایط از قانون، از حقوق، از قانون اساسی صحبت کردن برای من خنده‌آور است. به خاطر که در شهر خربوزه چرا آقای بشار دوست همه از قانون دم میزنند، مجلس نمایندگان هم، همکاران شما، دادستانی کل، حکومت، وزیر، وکیل، همه. به خاطر است که ما در کشوری زندگی میکنیم که هم دزد میگه پلیس صدا کن، هم صاحب خانه میگه پلیس صدا کن. ما در کشوری زندگی میکنیم که کشور جنگل است. در جنگل به معنی نیست که قانون حاکم نیست، قانون حاکم است، قانون زور حاکم است. یا در شهر خربوزه هستیم که قانون حاکم است اما قانون شیرین حاکم است. در این مسئله که من میبینم متاسفانه هر دو طرف قانون از دید من به عنوان گوقدان قانون در نظر نمیگیرن. اما یک مسئله که بسیار اساسی است، من به عنوان شاگرد قبلی حقوق میگم، حقوق از جزء علوم اجتماعی است نه جزء علوم طبیعی. یعنی حقوق به این معنی نیست که دو جمع دو چهار میشه برای کل افراد. آقای بشار دوست، در این پرونده خاص قضیه متفاوت است. اتهامات علنی در صحن عمومی مجلس و در برابر دوربین رسانه ها مطرح شد. آقای زاخیلوال یک روز آمد و 20 روز پیش متهم کرد 6 نماینده مجلس را. اون فهرست نزد شما است که اون آقایان را متهم کرد. یک روز بعدش این نماینده ها آمدن آقای زاخیلوال را مطرح کردند. این بازی اساسا چی است؟ واقعا امروز مجلس نمایندگان کمیسیون بررسی این اتهامات گفت که این یک قضیه سیاسی بوده و یک دسیسه سیاسی بوده که آقای زاخیلوال را انداختن و هیچ سند و شواهدی وجود ندارد در این مورد. در افغانستان اونمو داستانی است که بیگر که نگیرد، هر کس میخواد بگیره که گرفتار نشوه. وزیر صاحب میاد اینا را محکوم میکنه، اینا وزیر را محکوم میکنه، وکلا وزیر را محکوم میکنه. همونطور قبلا ما در جریان هستیم که لودین وزیر مالیه را محکوم متهم میکرد، وزیر مالیه لودین را متهم میکرد، همایون وکیل قبلی لودین را متهم میکرد، لودین همایون را متهم میکرد. یا حتی ما در دوسیه قبلی شاروال کابل دیدیم که محکمه شاروال را محکوم کرد، رئیس جمهور محکمه را محکوم کرد، گفت که از این که شاروال پاک نیست. به خاطر است که تا جایی که من بررسی میکنم میبینم هر دو طرف به نظر من قانون و حقوق برایشان معنای خاص داره. آره، این پرونده از دید شما صلاحیت کی است بررسی؟ دادستانی کل یا مجلس نمایندگان، این کمیسیونی که امروز نتیجه بررسیش را اعلام کرد؟ اگر ما قانون اساسی را مراعات کنیم، در ماده 134 آمده که کشف جرایم وظیفه پلیس است، تحقیق و اقامت دعوا وظیفه لوی سارنوالی است، سارنوالی افغانستان است. بنابراین لوی سارنوالی افغانستان اگر بی‌طرف عمل کنه باید هم وکلا را بخواه و وکلا باید بره. وکلا که ماده 102 قانون اساسی را اینو استناد میکنه غلط است. ماده 102 قانون اساسی که من اینجا دارم به صورت واضح و روشن که من بخوانم که سوء تفاهم نشوه، ماده 101 قانون اساسی میگه هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه‌ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد. این مسئله رأی و اظهار نظر نیست، این مسئله جرمی است. و ماده 102 میگه که به اجازه ولی سجری افغانستان اجازه میخواد از سالن والی ولی سجری افغانستان باید اجازه بده اینا تحقیق شود. خب اما اینجا مجلس دادستانی کل خواست و مجلس نمایندگان تصویب کرد که نه اینا بررسی میکنه. وقتی که اولین بار یک خانم وکیل بود از غزنی متهم شد به تابعیت ایران و او زمان آقای قانونی رئیس ولیسی جرگه بود، از لوی سارنوالی افغانستان مکتوب آمد به ولیسی جرگه افغانستان، ولیسی جرگه و آقای قانونی گفتن ما نمیخوایم که بره. من گفتم آقای قانونی خودت مثل آقای کرزی عمل میکنی. در او زمان وزیر ترانسپورت آقای کرزی قاسمی اگر اشتباه نکنم توسط لوی سارنوالی تحت تعقیب قرار گرفته بود و رئیس جمهور گفت که من نمیذارم که وزیرم بره در سارنوالی برای تحقیق. ولی عین کار او زمان فکر میکنین دادستانی کل چقدر بی‌طرفانه عمل میکنه؟ بی‌طرفانه عمل نمیکنه به خاطر که قانون اساسی میگه که از وزیر هم
لوی سلونوالی تحقیق میکنه. در ماده 73 اوم که آمده فقط محکمه خاص برای وزیر ساخته میشه، برای محکمهشان، اما تحقیقشان توسط سلونوالی انجام میگیره، اقامه دوا توسط سلونوالی انجام میگیره. نوشته که ماده 73 آقای بشر دوست، حالا دادستانی کل پنج نماینده مجلس را به دلیل اینکه نیامدند به این اداره ممنوع الخروج اعلام کرد و گفته اگر تا سه روز دیگر از روز سه‌شنبه نیایند اینها را وظایفشان را به علت تعلیق در خواهد آورد. فکر میکنید مبنای قانونی داره؟ مبنای قانونی زمانی ما ممنوع الخروج یک نفر را اعلان میکنیم که نفر احتمال فرارش وجود داشته باشه، پنهان باشه. آقای این شش نفری که اینا متهم میکنه اینا خوب فرار نمیکنه، اینا وجود داره. از نظر قانونی وقتی که اینا به درخواست لوی سلونوال حاضر نمیشه، لوی سلونوال در اختیارش قوه پلیس داره، باید به پلیس افغانستان دستور بده که این افراد حاضر کنه، چون اینا متهم است. نه اینکه ممنوع الخروج اعلان کنه، ممنوع الخروج کسی اعلان میکنه که فرار میکنه، اینا نمیخوای فرار کنه. در تعلیق وظیفه وکلا در ماده اصول وظایف داخلی ما به صورت مشخص و واضح است. در ماده 73 نوشته میکنه که به درخواست یک سلس اعضای ولسی جرگه و تصویب اکثریت در شرایطی که غیرحاضری متداوم داشته باشه یا سرایت اداری تعرض کنه میتونه وظیفش حد اکثر یک سال به تعلیق داره. به خاطر است که در دوسیه فعلی به نظر من هر دو طرف و حتی هر سه طرف، هم لوی سلونوالی افغانستان، هم وکلای افغانستان، هم وزیر مالی افغانستان، قانون برشان یک نخود، یک زندگی مگس برشان ارزش نداره. به خاطر که هر وقتی به نفع هر کدامشان باشه قانون زیر پا میگذارن. به خاطر است که من پس راه چاره چی است؟ این پرونده ها به کجا خواهد رسید؟ افغانستان قبرستان دوسیه ها یا پرونده هاست. افغانستان خودش مسلسل زیر خاک کردن دوسیه هاست. این دوسیه مثل هزاران دوسیه دیگر، مثل دوسیه آقای لودین وزیر مالی را درخواست تعلیقش کرده بود، متهم به فساد کرده بود، از تلویزیون شما هر شب حساب بانکیش منتشر میشد و آقای وزیر مالی آقای لودینه گفت که اینا از من امتیازات میخواست، من این کار نکردم. یا مثلا همایون رئیس کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه آقای لودین متهم به فساد میکرد، آقای لودین آقای همایون میکرد. کل از اونا به کجا کشی؟ سه چهار روز دمت باد، سر و صدا و خاک باد است و پشت سر من فکر میکنم اینا معامله خود میکنن، کارهای خود پیش میبرن. یعنی این پرونده ها بررسی جدی نخواهد شد؟ به این صورت بررسی جدی نمیشه، به خاطر که اینها هیچ کدامشان بر اساس قانون پیش نمیره. این غلط است که ما بگیم این خواست. حالا چه خواستی را که شما مطرح میکنین به این مورد راه حل چی است برای بررسی این پرونده ها؟ اتهاماتی را که وزیر مالیه متوجه این شش نماینده مجلس کرده و اتهامات متقابلی که این نمایندگان بر وزیر مالیه وارد کردند، رای حل از نظر حقوقی در سیستم فعلی وجود نداره. به چه دلیل؟ به دلیلی که لوی سلونوالی افغانستان، ستر محکمه افغانستان، پارلمان افغانستان، وزرای افغانستان نه بر اساس قانون تشکیل شدن، نه بر اساس قانون کار میکنن و نه در قصه قانون است. ولی چون این نهادهای وجود داره آقای بشر دوست، مثل که در هر کشورهای دیگه وجود داره، نهادهای وجود داره در افغانستان که این نهادها بین خود تقریبا اینا در یک دسترخوان نشسته و این نهادها از هم دیگر دفاع میکنه. مگر امین وزیر مالیه را اینمی وکلا را اعتماد ندادن قبل از این؟ و امین وزیر مالیه را اینمی وکلا دوباره روزی که استعزار شده بود و این شش نفر را اینا متهم کرد، اکثریت مطلق اینمی وکلا رای نداد؟ فردا اکثریت اینمی وکلا از شش وکیل دفاع میکنن، دیروز میگفتن سفید است، فرداش میگه سیاست. به خاطر است که متاسفانه در افغانستان وقتی منافع شخصی مقامات عالی دولتی ما در مجموع، من نمیگم کلش، وکیل و وزیر و معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور و والی و رهبرای تنظیم ها وقتی منافع شخصیشان مطرح باشه نه در قصه قرآن هستن نه در قصه قانون هستن. ولی یک چیز به اسم قانون هست، حالا نزد شما چرا این عملی نمیشه؟ این فقط یک نفره که مرغ دزدی میکنه، این قانون مثل یک شلاق در سر زو میخوره. او کسی که گاو دزدی میکنه برای زود تشویق نامه و تحسین نامه داده میشه. این قانون مثل یک سنگ است که در پای لنگ است. متاسفانه قانون در افغانستان وضعیت یک سنگ داره که همیشه در پای لنگ است. مردم غریب بیچاره که پیسه ندارن، واسطه ندارن، حتی به ناحق در زندان ها خوابیدن. امی الان در زندان افغانستان کسایی است که 7 سال، 6 سال، 3 سال حتی دوسیه شان بررسی نشده، اما
قبل بدون که محکوم شده باشه اونجا خوابیدم، به خاطر که واسطه او پیسه ندارن. اما کسی که واسطه داره پیسه داره، با 4 میلیون جریب زمینی کشور غصب شده، کسی به اونا گفته نمیکنه، نمیتونه بگه روی چشم شما ابروز. و کسایی که غصب کردن در مقامات بالاست. من میگم بیاین امروز رئیس جمهوری ما، معاونینش، رئیس تر محکمه، لوی سالونوال، وکلا، وزرا، سناتورا، کدامش مرد است که دیست خود روی قرآن شریف بگذاره بگوید که ما قانون کشور نقص نکردیم؟ به خاطر است که قانون اینا سر افرادی تطبیق میکنه که او واسه بشر دوست پیسه نداره. در این جنجال وزیر و وکیل فکر میکنین کدام طرف برحق است؟ این شش نماینده مجلس یا وزیر ماجرا؟ از نظر حقوقی قانونی کلشون قانون نقص میکنه. وقتی وکیل نه، در مورد این اتهامات خاصی که بر یک دیگر وارد کردن، اتهامات کدام یک وارد بر اساس اسناد اگه ما ببینیم، مثلا یک از وکلا میگه که ما این کار را میخواستیم انجام بدیم، خواستی موکلین ما بود. وقتی خواستی موکلین وقتی میشه، این خود دلیل نمیشه که ما قانون نقض کنیم. از من هر روز موکلین میخواد، حالا میگه رای داده، میگه من معامله نمیکنم. یا مثلا اسنادی که درباره وزیر صاحب گفت، وزیر صاحب اونجا واضح و روشن است که در مقرری ها تعصب وجود داشته، قانون ماده 22 قانون اساسی افغانستان نقض شده. من کدام تاتار رو، کدام ایماق و کدام پشیر ندیدم که در وزارت مالی ما مقام عالی داشته باشد. یا وقتی که وکیل صاحب میگه که من این درخواست پیش وزیر صاحب بردم، به خاطر که موکل من میگه وکیل تو وقتی خلاف قانون درخواست میکنه باید بریش نگفته شود، به خاطر است که به نظر من در این دوسیا هر دو طرف از نظر حقوقی مسئولیت دارند. پایان کار چه خواهد بود؟ پایان کار هیچ، اینا با هم پشت پرده شاید بشینن، دوست باشن، در کارهای خود مشترک باشن، در یک دسترخانی بزرگی به نام دولت است که حالا ظاهرا استفاده میکنه. پرونده سه طرف گرفته، نمایندگان متهم و مجلس نمایندگان، دادستانی کل و وزیر مالی افغانستان. هر سه طرف شما فکر میکنین که بشینن دور یک میز؟ فکر میکنم که سازمان‌والی افغانستان بیشتر با وزیر مالی کار میکنه، به خاطر اینکه تا امروز جلب نکرده وزیر مالی. چی گونه سارنوال میتونه از وکلا تحقیق کنه بدون اینکه کسی که ادعا کرده حاضر باشه؟ من مثلا سر شما ادعا دارم، این کامرامین ما میخواد قاضی است اینجا تحقیق میکنه، سارنوال است اینجا تحقیق میکنه، شما باید باشین، من باید باشم که من میگم که شما مثلا اینی قلم دزدی کردین، شما به من جواب بگین که من اینو دزدی نکردم. بعد سارنوال اونجا قضاوت کنه که واقعا کدامتون اسناد مدارک دارین. سارنوالی فقط یک طرفه به نظر من عمل میکنه. به نظر من در دستگاه دولتی، مقامات عالی دولتی ما سپاسگزارم هستن که ما فکر کنیم فرشته هستن اینا، اگر نه کشور به حالت نمی بود. رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان، ممنون از شما. ممنون از شما. در دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل که روی آینده ماموریت این پیمان در افغانستان متمرکز بود، دبیر کل ناتو پیش شرط ادامه کار ناتو در افغانستان را امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا خوانده است. راسموسن گفته بدون امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن، سازمان ناتو در افغانستان کاری نمیتواند. رئیس جمهور کرزی پنجشنبه هفته گذشته گفت در مورد امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، خارجی ها از ما پایگاه نظامی میخواهند، ولی ما هم پیش شرط هایی داریم. تامین صلح، تقویت ساختارهای دولتی و اقتصادی کشور از جمله پیش شرط های افغانستان میباشد. خروج و ادامه حضور ناتو در افغانستان کدام هاست؟ امین الله حبیبی سخنگوی آیساف اینجا برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین. آقای راسموسن مطرح کردند که پیش شرط ادامه کار ناتو و تداوم ماموریت این سازمان در افغانستان بستگی داره به امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا. چرا چنین پیش شرط گذاشته شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، آنچه که مهم است این است که این گفتگوها به هر حال میان دو طرف صورت میگیره و به نتیجه خواهد رسید، ولی آنچه که مهم است این است که این کنفرانس هم اتفاقا درباره ازمی بود که مشخصات از این که ناتو بعد از 2014، ناتو به علاوه 10 کشوری که همراه با ناتو میخواهند کار بکنن چگونه حضور داشته باشند، در کجای افغانستان حضور داشته باشند، بر اساس چه شرایطی حضور داشته باشند، و بیشتر این کنفرانس و نشست درباره از این بود که راهکارهایی را مشخص کنند که حضور ناتو بعد از 2014 در افغانستان چگونه خواهد بود. و این کنفرانس البته
گفتم که راهکارها رو مشخص میکنم، اون تا کسایی که در برنامه ریزی جزئیات از این حضور میخوان کار بکنن، از ماهای بعدی ممکن است شروع شود که کار بکنن روی ازی که چگونه ناتو در افغانستان حضور داشته باشه. ولی این کار یک طرفه نمیتونه باشه. ناتو و دولت افغانستان، دولت افغانستان هم پیش شرط هایی داره برای ادامه کار ناتو در افغانستان پس از سال 2014 و همچنان ناتو. فکر میکنین که کدام طرف به دنبال چه هست؟ حالا ناتو چه میخواد؟ دولت افغانستان گفت هر کشور عضو ناتو که میخواد پس از 2014 اینجا بمانه باید یک موافقتنامه جداگانه با دولت افغانستان ببنده. همچنان ناتو آمده و گفته که امضای موافقتنامه امنیتی پیش شرط است برای ادامه کار این سازمان در افغانستان. ببینید آنچه که مهم است این است که وقتی ماموریت ایساف بعد از 2014 در ختم 2014 به پایان خودش میرسن، مسئله مهم و نگرانی جامعه بین المللی این بوده که چگونه در کنار نیروهای افغان، در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان بیستن و بمانن تا این ماموریتی که شروع شده بود که قدم به قدم تا به امروز رسیدن و از امسال، از همین چند شاید یکی دو هفته آینده نیروهای افغان به طور کلی تمام مسئولیت های امنیتی را در سراسر افغانستان به عهده بگیرن، چگونه این ماموریت به موفقیت خودش برسه و به جای برسه که افغان ها به صورت کلی مستقل و بدون کمک نیروهای بین المللی بتونن از امنیت و از تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنن. من فکر میکنم که توافق از هر دو طرف وجود داره در اینکه این ماموریت ادامه داشته باشه، برای اینکه ولی اختلافایی هم وجود داره روی اینکه چگونه باید اجرا شود. بدون شک همین کنفرانس هم در مورد از همین بود که بیشتر مشخصات از این مشخص کنن که چه کشوری در افغانستان حضور خواهند داشت، چگونه و در کدام مناطق افغانستان حضور خواهند داشت و بیشتر در مورد ازی مطرح صحبت شد. و این است که من فکر نمی کنم که هیچ طرفی در این شکی داشته باشن که تداوم حضور جامعه بین المللی در افغانستان، تداوم ناتو بعد از 2014 و همراه با همکارانشان که در حال حاضر 10 کشور هم اعلام کردن که در کنار عرض کنم که ناتو باشن، اینا نیازی است که در وجود داره و افغانستان به این نیاز داره و افغانستان برای اینکه بتونه از چالش های بعدی که ممکن است پیش رویش باشه گذر بکنن نیاز به این همکاری داره. افغانستان چندانم راضی نیست. رئیس جمهور کرزی آنچنان که در این خبرم برای بیننده ها گفته شد، گفته که پیش شرط این که موافقتنامه امنیتی امضا شود با خارجی ها مسئله تامین صلح در افغانستان است. یعنی دولت افغانستان به گونه‌ای نگرانی داره که این نیروها نتوانستند صلح را در افغانستان تامین بکنند و ادامه حضورشان پس از 2014 هم چیز بیش از این نخواهد بود. ببینید با احترام به نظر جناب رئیس جمهور، به هر حال ایشان حق دارن که شرایط خود را بگوین و تعیین بکنن، ولی فکر میکنم که توافق از هر دو طرف وجود داره در این که این ماموریت به پایان خودش برسه و ما به موفقیت بیانجامه. ولی منوط کردن این شرط ماندن این نیروها و ادامه حضورشان به این که صلح باید ابتدا تامین شود؟ ببینه صلح یک پروسه است، ایجاد آوردن صلح، استقرار صلح یک پروسه است که شما نمیتونید در یک نقطه قطعش بکنی بگی از این زمان صلح برقرار شد. جامعه ما جامعه پس بحران است، پس جنگ است، بیش از سه دهه و نیم جنگ و بحران را پشت سر گذاشته و تا بخوای شما این جامعه را پس از لحاظ نهادسازی، از لحاظ اینکه در مسیر توسعه نرمال قرارش بدی زمان میبره. جامعه‌ای است که از هر لحاظ شما در وقتی میبینی از لحاظ اجتماعی در یک نقطه حذف رسیده این ماموریت. در سال 2014 چند تا مسئله مهم همزمان اتفاق میفتد: خروج نیروهای خارجی از افغانستان، برگزاری انتخابات و یک تغییر سیاسی در افغانستان که قرار است با وجود بیاید. تمام از اینا چه تأثیری خواهد گذاشت؟ تمام از اینا اثر داره روی از این که چگونه سیستم و نظام برحال صلح آمیز افغانستان در آینده شکل بگیره و چگونه تکامل پیدا بکنه. آنچه که مهم است این است که نیروهای ما خوشبختانه، شما هم فرمودین که در یک نقطه اساسی رسیدیم، این نقطه اساسی این است که امروز افغانستان به مرحله‌ای رسیده که امروز میتونه مسئولیت‌ها را کاملا به عهده خودش بگیره. شما ببینید یک کشوری که اینطور نیست جناب دکتر، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز وابسته هستند به نیروهای خارجی.
به لحاظ عملیات هوایی، به لحاظ تجهیزات سنگین که نیروها در اختیار ندارن، همین... و شکایت هم هر روز شما از مقامات امنیتی تا مقامات دیگر حکومتی میشنوید. و به همین دلیل است که جامعه بین المللی اعلام میکنه که چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ نظامی در کنار دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان خواهند بود. شما ببینید تعهد بیش از 4 میلیارد دلار برای نیروهای افغان در سالهای آینده سالانه، و عرض کنم که حضور جامعه بین المللی در شکل ناتو و متحدینش در 10 کشور دیگری که گفتم بعد از 2014 معنایش همین است که ما مشکلات هنوز داریم. شما وقتی که یک نیروی تازه از صفر شروع میکنی، تمام شما امروز در با یکی از همکارای آمریکایی صحبت می‌کردم، میگفت حتی در اردوی آمریکا هم شما ببینید مشکلات رو دارین، یعنی هیچ وقت به شکل کامل نمی‌رسی، ولی نیروهای ما بسیار بسیار مشکلات دارن از لحاظ هوایی که شما فرمودید، ولی حداقل باید این نیروها تجهیز شوند بدون شک و روی از این کار میشه. شما ببینید از لحاظ هوایی که شما فرمودید، در همین نشست وزرای دفاع ناتو در مورد تجهیز نیروهای افغان چه تصمیمی گرفتن؟ دولت افغانستان بی صبرانه منتظر است که نیروها دیگر تجهیز بشن. حتی رئیس جمهور کرزی این درخواست را از کشور هندوستان داشتن. ببینید بخشی از این تجهیزاتی که شما فرمودین در قالب روابط دو جانبه‌ای که دولت افغانستان با کشورهای مختلف داره، با ایالات متحده آمریکا داره، با کشورهای دیگه عضو ناتو و غیر عضو ناتو داشته، از این طریق این سلاح‌ها رو تامین می‌کنه و بخشش رو جامعه بین‌المللی تا حالا تامین کرده. شما سربازای ما خوشبختانه از لحاظ وسایل شخصی که یک سرباز نیاز داره اینا رو تقریبا در اختیارشون گذاشته شده. بعضی از سلاح‌های پیشرفته، حتی دوربین‌های شب‌بینی که شما امروز نیروهای ما مثلا در شیندن نیروهای هوایی ما اونجا تمرین می‌بینن، از این استفاده میکنن. و عرض کنم که این مسئله مهمی است که نکته اساسی در یک اردو، در یک ارتش این است که بتونند از لحاظ عملیاتی، از لحاظ عرض کنم که سوق و اداره، از لحاظ رهبری عملیات ها بتونه خودش در میدان جنگ سپورت کنه. مثلا در صورتی که اینها خوب تجهیز شده باشه، مثلا اگر شما در یک جایی میبینن عملیات میکنن، زخمیایی دارن، چطور تخلیه شوه، چطور به اینا آذوقه رسانده شوه و مهمات رسانده شوه، چطور کانالای ارتباطی از اینا، لوجستیک از اینا، تمام این مهم است و این چیزیه که ما هنوز نیروهای امنیتی ما اردوی ما نیاز داره. بله، و روی از این کار میشه واقعا، روی از این هر روز کار میشه. وزرای دفاع ناتو امروز مطرح شد اینکه پس از سال 2014 این ماموریت تغییر میخوره، اسمش به RSM یا حمایت قاطی. در این مورد، در مورد کارکرد این نیروها چه تغییرات رونما میشه؟ ببینید نیروهایی که فعلا در قالب آیساف هستند، اینا نیروهایی هستند که هم نقش حمایتی دارن و هم نقش جنگی دارن، به این معنی که اگر در جای نیازی به کمک نیروهای بین المللی باشن، از لحاظ عملیاتی نیروها میتونن در کنار نیروهای ما کمک بکنن و همکاری بکنن. منتها بعد از 2014 وقتی که ماموریت تغییر میکنن، شما اینکه دو بار اصطلاحی استفاده کردین، گفتین نیروهای خارجی خارج میشن از افغانستان. خارج به این معنی نیست که افغانستان را ترک بکنن، نوع ماموریت تغییر میکنن، جامعه بین المللی در شکل دیگری در کنار نیروهای ما حضور خواهند داشت و او این است که در آموزش، مشوره دادن، حرفه‌ای ساختن و عرض کنم که کمک و حتی تجهیزشان روش با این نیروها کار بکنن، به معنای ترکشان، به معنای اینکه کاملا دست را بشوین از افغانستان خارج شو، به این معنی. ولی سال 2014 بیشتر کشورها و همه کشورهای عضو ناتو گفتن که از افغانستان بیرون میشن، نیروهای جنگی خود را بیرون میکنن. بله. و خروج به همین دلیل ها. بله. استفاده میکنن، بخشی از نیروهای جنگی خارج میشن از افغانستان، ولی در قالب ناتو در شکل کمکی و مشوره دادن و کمک کردن این نیروها در شکل دیگری باقی خواهند ماند. سپاسگزارم امین الله حبیبی، سخنگوی آیساف. ممنون از حضور شما و سپاسگزار از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدارتان.